از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از نجف اشرف پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا، در رابطه با دلایل تأخیر در ورود زائران پاکستانی و افغانستانی اربعین لطفاً توضیح بفرمایید. آقای افضل رضا صدای من رو داریم؟ آقای افضل رضا دوستان به من اعلام کنید به اتصال برقراره یا نه؟ آقای افضل رضا؟ بنده رو دارید الان؟ بله بله الان سوال من رو متوجه شدیم آقای افضل رضا؟ بله در خدمت شما. سوال دریافت کردم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگانتون. بزرگواری. متاسفانه طی سالهای متمم علی‌رغم مطالبات مکرر نهادهای مردمی و کاروانهای زیارتی در دو کشور پاکستان و افغانستان برای تسهیل سفرهای اربعینی، ما شاهد تعدد در این مشکلات و دشواری‌های پیاپی برای زوار محترم اربعین در هر دو کشور هستیم. امسال نیز اجبار شدن ورود ناوگان پاکستانی به خاک ایران و از آنجا به عراق مشکلات رو دوچندان میکنه که متاسفانه شاهد چندین فقره حوادث در داخل خاک ایران و همچنین در پاکستان بودیم. مبتنی بر این است که هرچند سفرها به مرور زمان سخت‌تر میشه، توقع عزیزان پاکستانی در هر دو کشور پاکستان و عزیزان افغانستان این هست که یک کمیته تشکیل بشه، یک کمیته که واقعا هم مقامش برای رفع مشکلات زوار پاکستانی، زوار اربعینی باشه، کما اینکه به جای اعمال قوانین سختگیرانه در صدور روادید حمل و نقل ها از کشور مبدا به کشورهای در مسیر عبور یعنی خاک ایران، بهتر استش که این مدیریت از سوی کشورهای میزبان ببیشه وقتی در حال ورود به ایران هستن انجام بشه. اگر ضعف در ناوگان هست، ضعف در حمل و نقل هستش، کشورهای میزبان باید نسبت به تأمین این نیازها اقدام بکنن تا این عزیزانی که کیلومترها بعضن بعضی از زوارهای پاکستانی از شمال پاکستان مجبور هستن هزاران کیلومتر خودشون رو برسونن به مرز پاکستان به ایران و از اونجا دوباره برن خودشون رو به مرز عراق برسونن، اگر قرار باشه این مشکلاتی که پیش رو گذاشتن دوباره در کشور میزبان تکرار بشه، خب واقعا برای اون زوار عزیز شایسته نیست این عزیزان که بتونن مشکلات رو پشت مشکلات، البته سفر اربعین و سفر آقا عبدالله شیرینیش به همین سختی هستش، ولی وقتی این مشکلات میشه در حوزه بیوروکراسی در حوزه فنی حل و فصل بشه و شایسته است در سالهای آینده اجازه ندیم این عزیزان زوار که هم‌مقامشون است که شب اربعین در سرزمین مقدس کربلا باشن برآورده بشه این آرزوشون. بله ممنونم از همراهیتون. با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از نجف اشرف که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.